صادق این پولا چیه؟ به خود پول تو جیبی همه. آخه این همه پول تو جیبی؟ دارم واسه بابام جمع میکنم. با اینکه دوستش ندارم اما دوستم که درک کنم. راست میگه صادق، منم میدونم. از همون روز که پدرش رفت کم روزی 100 تومن کنار میذاره تا برای پدرش کادو بخره. من تا جایی که تونستم بهش کمک کردم. و عزیزم من چرا به ما نگفتی کمکت کنی؟ حالا ما دیگه غریبه شدیم؟ نگران نباش صادق، بالاخره ترک میکنه. چند روز کمپه؟ با امروز میشه 107 روز. او بچه ها مدرسه. سلام. بریم تو حواسشون نیست. الان میریم. سلام. سلام علیکم. آقا نوری کجاست؟ بفرمایید. سلام. آقا نوری سلام اومد؟ نه هنوز. ای بابا از مدرسه فرار کردی؟ آره از مدرسه فرار کردی. اجازه نمیدادن مگه؟ چرا اجازه میدادن اما گفتیم زودتر برسیم رامیان بار انتخاب کردی. شاله خانم الان صورت زخمی بره یه مغازه دیگه چی؟ ببین نگران نباش یه کاری میکنی تو همینجا منتظر بمون من میرم بقیه کتاب فروشی ها هر کی زود تردیدش به اون یکی خبر میده خوبه؟ باشه چشم. آدرس بقیه کتاب فروشی چیه؟ تو این برگه همشون نوشتم. خیلی خوب موازش باشه. باشه باشه چشم. کجا برم قایم شد؟ برو بادا من همه تو دارم. من آقای بیه نگه. برو بادا من میتونم کمکتون کنم؟ دست شما درد نکنه سلام. نه نه همینجور دارم میچرخم. میدونی من قد وقتی میام تو فضای فرهنگی حواسم پرت میشه غرق میشم که یه دفعه وقت از دستم در میره بعد هی میچرخم. بله متوجه شدم شما خیلی وقت اینجایید. در واقع شما غرق شدید من گفتم بیام نجاتتون بدم. دست شما درد نکنه ولی چرا گیر میدی به من؟ بر بقیه نجات بده. با من چی کار داری آقا؟ الو سلام خانم صورت زخمی اومده بود اینجا. کی؟ همین الان. کجا رفت؟ به خدا نمیدونم. جواد کجاست؟ جواد رفت دنبالش. الان میام. چی شد خانم فرنگی؟ بعد از این همه شنا تو اقیانوس کتابا
کتاب باب میلتون رو پیدا نکردید؟ چرا؟ اتفاقا کتابش باب بود، فروشندش ناباب بود. دست شما در نکنه. برگشتی؟ سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ من گفتم که خیلی بعد ما توی مکان فرهنگی با هم دیگه دعوا بکنیم، بعد برگشتم که یک کلمه کتاب بخرم، اونم کتاب ادب و هنر، خصوصا اون کتابی که پسندیده بودم که خیلی باب بود. کتاب ادب و هنر؟ بله. از این آدم ناباب. این آدم ناباب به تو کتاب نمیفروشه، حتی اگه بخوای کل کتاب فروشی رو بخری. چه اعصاب نداری؟ منم کتاب بخرم دیگه. ببین حیف که گارم گیر شماست، مگر نه از شما یه کتابی میساختم، لا این کتابا میذاشتم که هر کی میاد ورقش میزنه بفهمه نباید با مشتری اینجوری رفتار کرد. توقف بیجا مانع کسب است. بیرون، بیرون! خیلی خوب. ژاله خانم کجا بودی؟ اون توه دیگه. خب اگه اون توه شده شما بیرونی؟ برای که یارو من از مغازه شنداخ بیرون. خب بس وایسیم بیرون تا بیاد. نه خیلی دیگه، تو الان باید بری تو سر و گوش آب بدی. من برم؟ نه پر میخوای من برم، برو دیگه. صورت زخمی دیگه. کدوم نسخش؟ نسخه دیپالما یا هاورد هاوس؟ دو نسخه داریم از این. نه آقا، اون آقایی که اومده بود تو مغازتون صورتش زخمی بود. چی رو میگه آقا؟ بابا جان هیچی آقا، من جان خانم نیستش. یعنی چی نیستش؟ خودم دیدمش. خب نبود دیگه، گشته. از حسابی نگاه نکردی، بی برو خشم. چرا بابا؟ جاله خانم این کتابا کتابای تخصصی رشته پزشکی نیستن، ولی موضوعش ربط داره به پزشکی. حالا بستگی داره شما چه شاخه‌ای از پزشکی راجع به رشته خاصی میخوان.
یا نه همینجوری مطالعه آزاده یا تخصصی؟ اصلا برای خودتون میخواین؟ اگه که داستان پزشکی بخواین قضیهش متفاوته، اگه تخصصی یه رشته خاصی بخواین، خب دندون پزشکی هست، داروسازی هست، پزشکی هست، بستگی داره که شما چه کتابی مطالعه کنین. اگه برای کسی میخواین چه جور کتابی میخونه. ببینید ما مثلا داستان پزشکی داریم که شخصیتش قصهش راجع به پزشکیه. شعر خیلی خوبه ها. بله. یه چند لحظه دیگه من میرسم خدمت رو، ببخشید. حالا دیگه بستگی داره شما چه چیزی بخواید، من میتونم کمکتون کنم. فقط بهم بگید که قصه میخواین یا نه علمی میخواین. قصه خوبه. اینا جدیدن؟ اینا آره دیگه، همونطوری که خواسته بودین. اینا تو دو ماه گذشته، ببینید دو ماه گذشته وارد بازار نشر شده، یا اینکه تجدید چاپش جدیده. همیشه کتابای جدید میخرین؟ کتاب سعدی هم داری؟ سعدی بوستان هست، گلستان هست، غزلیاتش هم هست. کتاب در بود. قصه از شعر بهتره ها. آخه من داشتم فکر میکردم آدم همینجوری هر ماه کتاب بخره باید خیلی پول بذاره واسه کتاب. شما خیلی هزینه میکنی نه برای کتاب. حافظم هست اگه بخواد. اونو داره نمیخواد. داره. خب دیگه حالا شعر نو از شاعرای معاصر یا شاعر قدیمی؟ کتاب امام علی دارید؟ کتاب نهج البلاغه؟ آره نهج. اون کتاب خوبی. نهج البلاغه اینم چاپ جدید اتفاقا هستش. ببینم. نه همینجور خواستم ببینم. کار خانم رو بنداز بره. حالا من در خدمت شما هم چیزی میخوایم بفرمایید به من بگید. این دوتا رو حساب کنی من میرم. جاله خانم چی شد؟ چی دست چیرتون شد؟ خب بگین دیگه. بیا اینا ها بیا، این چه کسی پنیر برای جا به جا کرد قورباغه تو قورت بده. بیا. نه منظورم صورت زخمه. همین دیگه، اینقدر بد اخلاق و گوشتقه که هیچ چی نتونستم ازش در بیارم. آخرشم خرج این دوتا رو انداخت رو دستم. آخه این چیه تو بهش دل خوش کردی ها؟ این نبودش بهتر از بودشه. والا بلا حیف اون وقتی که سر دنبال کردن این آدم هدر بده. آخه تو چی میخوای؟ بر 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 مطمئن باشین من اون دو ستا رو پیدا میکنم میذارم رو بقیه میفرستم برات. خیالتون راحت باشه. قربون شما، خوش اومد. جاله خانم چیکار کنی؟ بریم دنبالش. ماشین که دور نی، بعدش هم وقتی اتوبوس اومد سوار شد تام سوار شد، فقط چش ازش بر نده. خب من الان میام. باش.
کجا داره میره؟ نمیدونم. میرین پایین. جاله خانم گمش نکنیم. بازم پیچی. جاله خانم گوش. میبینیش؟ آه اوناش. پنجره ما کنیم توری هم نداره که سوری باشه که دیگه مگس بیرون نمیره که چرا؟ من اینجا به هر کس نمیدم چی میدی؟ به آدمی درست نمیدی بده من به آدم بوده تو دوزه کنیم بریم پیکار کنیم بریم شهرستان کنیم ببین یه رو اینقدر بد اون آقا من حالا بذاری بریم تو اینو بگی من اینجور دست به سرش کنم که بتونم ردت کنم باشه همینجور بایی مسیح ها چشم چقدر بده اخلاق خیلی کارت درست نیست الو الو اتخالی میخواستی چند نفری یه دو تخلیه تو سخلی خالی داریم بله که درچه میادی؟ من ببخشید منتظر سرویس بزاشیش تای را را سا اب نداری خیلی خوب که درچه میادی؟ هر وقت اومدی اتاقا آزره اچکرم بله باش خدا ای خانم کجا؟ بابا داشتی تلفن حرف میزده خب برادر من اونجا چی کار داری؟ خب داشتم نگاه میکردم همچون خواستم بدنم راه رود خوبه یا نه تئاتره پدر من یه لیم آب داری من بده من بخورم مگه قهوه خونه هست اینجا آب بدم با یه لیم آب دیگه بخور برو دیگه دستت درد نکنه حال دوره برای خودش نگاه کنم سرده نه دارم میخورم بس که آدم گرفتاره بد وضعیتی شده ها بله من شهرستونی هم آخه بیمارستان بهالو تو مدون راهن میشناسی دیگه بله اونجا وقت داشتم بعد اومدم بیمارستان رسیدم بعد دیدم که ساکمو جا گذاشتم ساکمم که جا گذاشتم برگشتم همجا ترمینال دیدم اتوبوس رفته بعد هیچی مجبور شدم به داداشم زنگ بزنم برگردم بگم که وقتی اتوبوس رسید اونجا دوباره ساکو بذاری توی اتوبوس دیگه بر من بفرسته خوربون آدم زبون فهم داری؟ نه پول که نداری شناسنامه هم که نداری اتاقم میخواد آره دیگه با همه وسیلم تو ساکم بود مدارکم تو ساکم بود الان میرسه فردا ساکم فرمانده خانوم بفرما نه شناسنامه داری نه پول داری اون وقت ما هم بیام اتاق بهت بدیم مسئولیت هم به گردن اون بیفته بفرما نمیشه برو بیم بابا یلا بعد وضعیتی شده بله من همچه از این همو از ترمینال همچون پیاده رو افتادم هم مسافرخونه ای رفتم همه اینه شما شناسنامه میخواد پول میخواد جوازه معلومه که میخوام همینجور دیمی بری تو اتاق گفتم شما مهرم نه نمیخوام باعث زحمت بشم دارم دیگه ببرم وای
وای برو اون بر اتاق بیشتره برو دست درد نکنه من خودم کار میکردم گفتی تهران کار میدن رو اون رفول میدن کنم در خونکو خونکو کار بیام تهران من که داشتم کارم رو میکردم شب میرفتم خونم میگرفتم به قادم بردی من اسیر کردی اینجا من تهران کار میکنم کاری داری؟ نه کاری کسی میگردی؟ نه با آخه بابا سرسده بگیم بابا ما رو برده برای خوان اصلی رو کرده تو چایی کیسه ای؟ شب بفرم گفتم دوتا خیلی خوب اینم دوتا بفرم اونو شو دیگه آب قندت خوردی استراحتت هم که کردی بابا پاشو برو ما هم به کار زندگی رو برسیم دیگه آب قندم تماشه میرم دیگه ای بابا قرص سردرد داری؟ اگه قرص سردرد بیارم بخوری میری؟ آره آره حالم بهتر بشه اینم بخورم حتما میرم حتی با که خیلی پروی آدم خیلی پروی من نگیدم چیه دیگه بابا خیلی بابا چیه از دنش درمی پا آدم میگه بیا دیگه بری چیش دیدیش آره دیدمش بری سر این همه بسیه این هم تو بری بیری واقعا
ببینه ایران. باش حرف زدی؟ با تو هم میگم باش حرف زدی؟ نتونستم. یعنی چی نتونستم؟ من یه نقش بازی کردم، آقل خوردم، با اون پیرمرد بد اخلاق همه حرف زدم که تو بری باش حرف بزنی، بعد نتونستی؟ ازش ترسیدم. بابایی که ازش بترسی بابا نمیشه، فهمیدی؟ قبلا دوست داشتم ببینمش و باش حرف بزنم، اما وقتی از نزدیک صورتش رو دیدم اصلا هوری دلم ریخ. هرچند با اون صورت نخراشیده و نتراشیده اگه تو خواب منم میامد منم ازش میترسیدم، چه برسه بگی بخوام باش حرف بزنم. خیلی خوب دیگه، خودتو لوس نکنی ها، ببرمت مدرسه برسونمت، خودم هم نهار یه جای میمونم، بعدا تو راه کله همونو رو هم میذاریم، ببینیم با این بابایی که هم من ازش میترسم هم تو چطوری میتونیم اختلاط کنیم. خب باش. برو بالا آقا. آدم سر سلام. کجا بایستی مینه؟ کجا؟ بالا دیگه. خوش گذشت؟ چی؟ میری میای؟ فکر میکنی من نمیدونم جیم میزنی از مدرسه؟ سر کلاس نمیری؟ کلی بازخواست شدم به خاطر تو یه الف بچه. هلاوتی اینجاست؟ بله تو دفتره. برو ببین چی کارت داره. بشین آقا. ببین جواد جوادی، من لاهوتیم، عزیز لاهوتی، از نوزادی تا حالا من شاهد رشد لحظه به لحظه تو توی مرکز بودم. اگه من چیزی نگفتم جلوی اون مدیر و ناظم مدرسه میخواستم غرورت نشکنه، ولی الان که فقط منم و تو، بگو کجا رفته بود؟ آیلاوتی من نمیتونم راستشو بهتون بگم، لطفاً کاری نکنید که دوباره دروغ بگم. بازم رفته بودی دنبال مشگاه؟ بحران گردنبند تموم میشه، بحران کار شروع میشه، بحران کار تموم میشه، میری دنبال این که بفهمی کی برات کتابا را بود. شدی منبع بحران جوادی، بحران، بحران، منبع بحران. فهمیدی که بابات کتاباتو برات آورده، هیچی به من نگفتی. اون خانم تبهکار اومد بازدیدت، هیچی به من نگفتی. پسر من به اهداف بزرگتری فکر کن، نرو دنبال کاراگا بازی. رسیدن به حقیقت زندگیم هدف کوچیکی نیست، بالاخره باید بفهمم کی هستم چی هستم. خب تو که رفتی فهمیدی؟ نشد، یعنی فرصت کم بود. فعلا با کمک جاله خانوم فهمیدیم که صورت زخمی کجا زندگی میکنه. یعنی تو به کمک یه تبهکار رفتی دنبال یه تبهکار دیگه؟ جاله خانوم آدم خوبیه، به خاطر دوستی قدیمیش با مامانم خب خیلی هوای منو داره. تازه اگه نبود من همین چیزایی هم که میبینم نمیدونست. ای داد حالا دیگه مهر خاله جاله هم بد جوری افتاده تو دلت. ببین جوادی،
دور صورت زخمی رو خط بکش، اون برا تو پدر نمیشه. دور مژگانم خط بکش، اونم نه برا تو آینده میشه نه عشق و علاقه. این خانم تبهکارم که هر نسبتی با تو داشته باشه بالاخره سابقه داره، خطرناکه. بس کن دیگه این همه بحران. نمیتونم به این آدمو فکر نکنم، به پدرم، به مژگان، نمیتونم فراموشش کنم. ولی اونا که به تو هیچ علاقه ای ندارن. میبینی که علاقه فعلا تو اولویت بعدیه. الان حرف حرف خودم، بالاخره یه جوری باید خودم به خودم ثابت کنم دیگه. آفرین آفرین، این حرف حساب جوادی، آفرین. بعد بتونی آدم مهم میبشی. وقتی آدم مهمی شدی اون وقت همه به تو نگاه میکنن، بعد این تویی که دیگرانو میتونی انتخاب بکنی. آقای جوادی، من بعد تسامح و تساهلو میذارم کنار، میشم جاهد تو بابت فرار از مدرسه‌ام که حتما تنبیه میشه. این کار تکرار بشه تنبیهات بزرگتری هم برات دارم. مفهوم بود؟ بله. صبح هم دعوای مفصلی کردیم، وقتی من باهاش ازدواج کردم هیچی نداشت، صفر صفر بود. همه پولامون به پاش ریختم. اون از خونه لباسون 300 متر برا واسه 1000 متر زمین که فروختم زدم پای بدهیاش. الانم گیر داده که خونه سوهارک رو بفروش که من باهاش یه کاری شروع کنم. اما سر نور بده آش به همین خیال باش، باید بفهمی صبر نگارم حدی داره. نگار؟ نگار کیه؟ من اسم شناسنامه میناست ولی کامبیز نگار صدا میکنه. اصلا همینجوری دل منو به دست بود، هیرا میرفت میخوند نگارم نگارم تو رو خیلی دوست بدم. ملشکو ملشکو، من دلم خیلی پر بود ولی باید حرف زدم بهتر شدم. آخه میدونی من احساس میکنم 100 ساله میشناسمت. مینا جون منم همین احساسو دارم. پس برای همین صبح تلفنت خاموش بود؟ آره، گفتم زنی میزنه خامم میکنه. یه موقع از این حرف رو به شوهر چیزی نگی ها، بعد من و کامبیز با هم آشتی میکنیم، دعوتتون میکنیم میای خونهمون، بعد کامبیز با شوهرت صمیمی میشه و شوهرت این حرف رو به کامبیز میزنه، بعد کامبیز دوباره با من دعوا میکنه. من اصلا حوصله ندارم. و مینا جون من حواسم جمع، خیالت راحت باشه، نمیگم. خوش کن تو خودت چطوری؟ خدا رو شکر تو خونت خوبه، زندگیت خوبه، شوهر خوب مثل من نیستی که. نه ای مینا جون، آواز دهل از دور خوشه، این زندگی توش ما رو میسوزونه، بیرونش مردمو. من اگر هم صحبت داشتم، اگه همسرم همدمم بود، هم دلم بود، فکر میکنی میرفتم دنبال گولد کوست؟ گولد کوست میشد دلگرمی من، میشد تفریح من. خوشبختی کجای؟ ای بابا، پس شوهرت هم مثل کامبیزه؟ هیچکی مثل مجید نمیشه. باز حداقل شوهرتو میاد خونه یه داد و بیداد را میندازه، یه سر و صدایی میکنه. ولی شوهر من چی؟ همه اینا رو میبینه جز منو، انگار من اصلا وجود ندارم. الهی بمیرم برا دلت، تو هم که دلت مثل من پوره. ببین اگه شوهرته، من شوهرم غیرتی ها، من باید برم نبینه منو. نه دلیوریه، پیک موتوری، زنگ زدم فست فود پیتزا بیارن. فقط من یادم رفت ازت بپرسم تو پیتزا میخوری؟ اگه دوست نداری زنگ بزنم یه چیز دیگه بیارم. نه قربونت برم، من همه چی دوست دارم، با تو همه چی دوست دارم، پیتزا هم دوست دارم. باش بفرمه، راحت باش. Thank you.
هانیه چطوری؟ خوبی؟ ببین این داشت موتور داره، کسی سراغ داره که دلیوری باشه؟ بابا اینه که غذا میارن پشت موتور دیگه واسه مردم. چی؟ خیلی خوبه با دیلیوری. آها همون. نه 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 موتور نمیخوام، لباسشو میخوام واسه یه ساعت. سایزش هم سایز همون داشت باشه خوبه. آره قربونت، دمت گرم، خدافظ. یه عمره